بسم الله الرحمن الرحیم. خب بینرسای باید عزیز، امروز شروع درس ما در رابطه با RGS و قسمتی از پکیج های از GIS که به نام آرکاتالوگ شروع میشه. البته این شاید ممکنه برای خیلی کسا نوی تدیس طوری باشه، ممکن از آرکاتالوگ شروع نه از جای دیگر شروع کنه، اما بعضا رایی که وجود دارم بهترین راه همه که باید از آرکاتالوگ یعنی هم هسته مرکزی و اولیز باید شروع کنم به اون شکل. خب میتونم چه قسم باز کنم؟ میتونم از قسمتی استارت منو، میتونم پنجره خودی ویندوز هم باش بشه کنم پروگرام باید میشه RGIS. در این قسمت ARC کاتالوگ منتظر میباشم تا یکیم باز شد. خب این سبا اولین باری که شما این سفر باز میکنید به می شکل است. اینه من تونوزم این سفر حتی دیرو شما ما خودم باز نکنیم به می شکل. شما میتونیم این صفحه آرکاتالوگ رو ببینید. خب شما بر پروگرام شاید ممکنه خوانده باشین، یک تشریحات در رابطه به خود صفحه امو سافتیار وجود دارم. یک مسئله پیش دید که من میخواییم آرکاتالوگ تشریح کنم، در این قسمت شما بیاین در قسمت سالمنو آل پروگرام در قسمت RGIS. ما گفتیم که خود جیس کسه یک بسته از سافتویر است، درسته که آرکاتالوگ شامل ارکما و شامل ارسینا و ارکریدر و ارگلوب که بحث زیاد ما روی ارکما و آرکاتالوگ و ارسین است، تا یکی ارگلوب و ارکسین باشه. زیاد بحث ما آرکاتالوگ ارکما و ارسین است. ارگلوب و ارکریدر بسیار کم کاربرد داره که اونا فقط میتونیم در اخیر درس معرفی کنیم. ما از آرکاتالوگ گفتیم شروع میکنیم و آرکاتالوگ ما اینجا خب آرکاتالوگ در همچنان ارک مبا و همچنان خب ارکسین است. ارکسین درسته؟ خب اینا با هم چی تفاوت های دارن؟ اینا آیا میشه که مثلا بدون درگشتن یک از اینا مثلا ممکنه ما بتونیم یک کار انجام بدیم یا نه؟ شما متوجه باشین سافتویری که شما آشنایی داره خود آفیس اینه کاملا آشنایی داره با مش ورد وجود داره، اکسل وجود داره، کدام شی کار خاص انجام میده، درسته؟ میتونیم کار ممکنه ما در ورد انجام بده، میتونیم یک تیبل اضافه کنیم، اما چی شاید در اکسل راحت تر باشه، درسته؟ ما از آرکاتالوگ شروع میکنیم و ارکماب تشریح میکنیم با می شکل ارسینه. خب ارکماب کس آرکاتالوگ چی کار میده؟ آرکاتالوگ در حقیقت میتونیم بگیم که مدیریت دیتا رو انجام میده، مدیریت داده ها رو، و ممکنه میتونیم چی کنیم؟ پریویو کنیم یا اینکه نمایش بدیم، نمایش دادن داده ها، و ممکنه چی کنیم؟ ایجاد لایه های جدید و خیلی موارد دیگه هست که شما میتونید در جریان درس اونها رو همش بفهمید. میتونیم داده های خود رو به فرمت های مختلف چیکار کنیم؟ کانورت کنیم. میتونیم بگیم که تبدیل فرمت ها و خیلی موارد دیگه هم ممکنه به قسمت وجود داره که نه کار آرکاتالوگ است، درسته؟ اینی کارا در ارکماب بدون ازی که ما میتونیم نمایش بدیم و همچنان میتونیم فرمت هایش تبدیل کنیم، این مدیریت و ایجاد لایه ها در ارکماب قابلیتش نیست، این انجام این در ارکماب نمیشه، این بهتر است خود آرکاتالوگ انجام بدیم. این آرکاتالوگ چیه؟ پکیج یا بسته از سافت‌ورهای ARCGIS هست که دیتا های مدیریت میکنه، میتونیم پریویو کنیم و همچنان میتونیم دیتا های خود به فرمت های مختلف چی کنیم؟ کانورت کنیم. خب میشه شما قسمی که این سفر باز شد و این شهر باز میشه در ابتدا. خب من گفتم که شما میتونید یک از کارهایی که میتونید دیتای خب چی کنیم؟ کانورت کنیم. خب این تبدیل فرمت های کانورت دیتا خب یک بحث جداست، اینا رو ما شما نمیخونیم، ایجاد لایه های جدید هم انشالله امروز میخونیم به مو شکل، نمایش هم فقط نمایش رو
ایجادلایه های جدید امروز میخوایم. و غیر از او اینا بسایی هست که ما در هفته های بعدی ممکنه روزهای بعدی با اونا آشنا میشیم. خب در این قسمت شما متوجه باشین جویس به این شکل یک ارک کاتالوگ، صفحه ارک کاتالوگ به این شکل یک صفحه داره که به اون شکل تایتل بار و مین مینو و همچنان استاندارد تول بار است. و همچنان در این قسمت دمو تول بار به نام لوکیشن وجود داره که موقعیت هر فولدر ما رو نشان میده. و همچنان چیزی که بسیار مهم است، خب ممکنه تایتل بار و مین مینو و استاندارد بار هر پروگرام داره. درست نظر به کار و نظر به هر سافتوری شباهت بسیار زیاد داره، اما چیزی که بسیار فرق کنه متفاوته خودی این دو صفحه است، یک کاتالوگ تری و یک این صفحه که داده های ما یا دیتا های ما رو چی میکنن؟ نمایش میده. درست یک اینی صفحه است متوجه این در قسمت به طرف راست و یک کاتالوگ تری است در این قسمت. این متفاوت تر از هر سافتور دیگه است. درسته؟ در این قسمت کاتالوگ تری ما میخوایم یک پروژه کار کنیم یا میخوایم روی یک پروژه کار کنیم یا میخوایم نمایش بدیم. در این قسمت او به شکل یک تری لیست میشه. یک لیست از فولدرها در قسمت برای ما اضافه میشه. درسته؟ خب ما میتونیم روی هر درایو یا روی هر موقعیت یا در مسیری که ما میخوایم کار کنیم یا در فولدر یا در هر درایو میتونیم کار کنیم، میتونیم از این قسمت چی کنیم؟ کنکت شیم. ما میخوایم اولین باری که میخوایم یک پروژه کار کنیم باید مشخص باشد. بفرمایید. خب از این قسمت چی میکنیم؟ کنکت تو فولدر. این مسیر را که ما میخواییم در اونجی پروژه خود کار کنیم از این قسمت کنکت میشیم به این شکل. در این شکل شما متوجه یک پنجره که باز میگه کنکت فولدر. به فولدری که میخواییم کنکت شیم از این قسمت چی کنیم؟ ما فرض مثال فلان چیزی که لازم داریم، ما موقعی که دیتا های ما قرار دادیم در اون قسمت میریم. میریم از این قسمت ما کمپیوتر یا میتونیم از این قسمت اکسپاند کنیم میریم. کلیک به این شکل. در قسمت درایویم ای بود. درسته؟ میتونیم پایین بیم به نام جایست دیتا بود نه؟ حتی میگه این در قسمت شما متوجه بیم فولدر درایو ای در فولدر جایست دیتا. اوکی درسته؟ این فولدری که به نام فولدر کنکشن تمام فولدرهایی که ما در ارکاتالوگ کنکت میشیم در قسمت لیست میشه. فرض مثال بازم یک فولدر دیگر خب با عرض مذارت من قبلی رو چی کردم؟ دیسکنیک گرفتم. خیلی باشه دوباره میکنم به این شکل کنکت میشیم. جس دیتا بهش شد. در این قسمت چی شد برای ما؟ کنکشن بیف. میتونیم یک فولدر دیگر هم به اون شکل چی کنیم؟ کنکشن. در این قسمت ما یک کمپیوتر به نام فرض مثال درایو ای ممکنه جس باشه یا اتوکد. درسته؟ دو فولدر ما کنکت شدیم. کردوش موقعش در کجا است؟ در درایو است و یکی نامش اتوکد، یکی جویس دیتا است. و ما گفتم که یکی از وظایفی که هر کاتالوگ داره نمایش دیتا هاست. یعنی داده ها یا دیتا های ما رو چی میکنه؟ نمایش میده. ما چی قسم نمایش میدیم؟ این کارم خود حرف مبا انجام میده. میتونیم توسط حرف مبا چی کنیم؟ عمود داده های خود یا داده های جغرافیایی باشه یا نه داده های باشه میتونیم به وقت نمایش بدیم. اما اون کار برای ما سخت تر میشه. او بهتر از خود هر کاتالوگ رو نمایش میده. فرض مثلا ما یک قسمت میم ما دیتا هایی که در یک قسمت گنجاندم. فرض مثلا در قسمت دسک 1 این گرچه دیتا هایی هست که مربوط به کشورهای خارجی میشه و من آمریکا و برای اعظم آمریکا میشه، شما میتونید فرق نداره، اونها مسئله فقط آموزشی است. میتونیم در یک قسمت اینا رو میتونیم اکسپاند کنیم یا در یک قسمت دبل کلیک کنیم نمایش میده. خب من یک از اونها رو فرض مثال من نمایش میدم به این شکل United States. این رو اکسپاند میکنم به این شکل. شما توجه بین در قسمت States کلیک میکنم در قسمت. من گفتم این صفحه یک طرف چپ وجود داره چی نشان میده؟ محتویات فولدر ما نشان میده. محتویات جیتابیس ما نشان میده. در حقیقت محتویات هر چی که در قسمت وجود داره در قسمت نمایش میده. اما در قسمت متوجه باشین دو تب دیگه وجود داره. یکی Content, Preview و Description. در قسمت کانتنت یکی نام فولدر نشان میده برای ما که میگه که نیم استیتس با نام استیتس این ایالت های آمریکا و همچنان خود تایپش نشان میده که این تایپ چی رو داره؟ فایل جیتابیس فیچر کلاس. اینا رو ما باز بعد از این موضوع ما رو کامل تشریح میکنم که فایل جیتابیس و فیچر کلاس اونا چی هست. در قسمت نشان میده. در قسمت پریویو میتونیم نمایش بدیم.
در قسمت پریویو، در قسمت شما که داده باشین اما ارقام مکانی یه ما میتونیم اگر ارقام مکانی بگیم یه ارقام مکانی بگیم که گفتم توسط پوینت پولیگون رو لاین نشان داده شده و من در قسمت توسط چی نشان داده شده؟ توسط پولیگون نشان داده شده. و در قسمت شما متوجه باشین یک این پریویو داریم که میتونیم نحوه نمایش تغییر بدیم. ما میگیم که ارقام مکانی که وجود دارن ما نمیخوایم ببینیم، ما میخوایم که ارقام توصیفی زنا رو ببینیم. تیبل متوجه هستین؟ خب امیر بهتره که ما از این قسمت به این شکل این ارقام توصیفیه. ما گفتم ارقام توصیفی او ارقامی که در رابطه با خصوصیات و مشخصات خودی ارقام مکانی معلومات میده. این ملکیت از کیست، نامش کیه، موقعش کجایه، ممکنه هر نوع موارد، تعداد مرد، زن، موقع جغرافیایی، کوردینات و هر نوع موارد دیگه وجود داره در قسمت نمایش میده که این خودش ارقام توصیفیه. یا نان گرافیک دیتا بگیم یا اتریبیوت دیتا میتونیم بگیم که اینا ارقام توصیفیه، نشان میده ابجکت آیدیه که به اون شکل این جایز خودش بسید پیش فرض قبول میکنه. این که ما خودیم فعل بی سازیم یا نسازیم خود جایز میسازیم که اوبجکت آیدیه یک دو سه به میشکل تا آخرشون بی سال بسید مسلسل وجود داره تا پینجا و یک این پینجا و یک ایراد وجود داره. خوبی که پینجا و یک ایراد وجود داره بحث ما نیست. در یک قسمت شما شیب هم میبینید همین فیچرهایی که در یک قسمت نشان داده شده در یک قسمت شما میتونیم نحوه نمایش تغییر بدیم. امی فیچرها توسط چی شدم؟ شیپش نشان میده. شیپش چیه؟ پولیگونه. خب استی نیم یعنی استیتس نیم نام ایالت این چیزی بوده که جایز سیره خوش نمیسازه. این باید ما ارقام رو یزو چی کنیم؟ درج کنیم. و اون شکل شیپ لنت خود جایز محاسبه میکنه. این ما بخویم یا نخویم خود جایز سیره اتومات محاسبه میکنه. شپلین منظور اما چی با؟ یکی شپلین و شپیراد. شپیراد متوجه باشین اینا این گفتم جایز خودش محاسبه میکنه دقیقت اما محیط باشه و همچنان مساحتش. این مساحت ما وقتی که ما یک پولیگون ایجاد میکنیم این رو بیخواهی نخواهی جایز خودش یک ستون یک فیل در اینجا میسازه و اما مساحت ها رو چی میکنم؟ محاسبه میکنم. و در ضمن از اون در یک قسمت خوبی آخرین چی هدید فیل وجود دارم. یکی دیگه به نام سم است که نمیفهمم سم مای منظور سم چی بوده دیتا دیگه اون هرچی بوده برسد. خب در یک قسمت شما میتونید نحوه نمایش هم گفتم تغییر میتونید بدید که شما میتونید یک تصور خوب از انواع دیتا داشته باشید. یک ارقام توصیفی بوده که ارقام مکانی که در این شکل میتونید کاملا ببینید. با موش دسکریپشن دسکریپشن خب میتونید فقط چی رو ببینید. میتونید بگیم که هر کس که دیتا رو ساخته یک کی ساخته توسط کدام شرکت ساخته شده و این دیتا رو که ساخته هدفش چی بوده و با چی منظور ساخته شده و ممکنه خیلی موارد دیگه باشه. شما این انگلیسی مگر خوب باشه میتونید اینجا کاملا میتونید بخونید. اینا هیچ ربطی با دانستن جیس نداره. اینی که یه ارقام یا یه چیزی که ساخته داخلش گفته ای فرض مثال ای دیتایی که من ساختم به این منظور میشه، نام از کمپانی که ساخته ای است و توسط کی ساخته شده با چی منظور ساخته شده. این در قسمت خودی اما دیتایی که ساخته در قسمت ساخته شده. فرض مثال در قسمت شما متوجه باشین یوز لیمیتیشنز دیت دیتا از تو بی یوز فور ایزی ایژوکیشنل ترینین ماتریال اونلی. منظور فهمیدین این دیتا فقط برای کسایی که میخوای جی اس یاد بگیرن این لیمیتیشن جوده اینه برای انزوا قابل استفاده هست. دیگه این یک دیتای حقی نیه که بتانیم که از او استفاده کنیم. اما این تفاوتی چی نداره که شما بگین که دیتا حقی هست و نیست. دیتا حقی است اما کاربردی چی نداره که ما مثلا از اون لحاظ که ما نگران باشیم. و همچنان در قسمت معلومات های دیگه در قسمت وجود داره که میتونیم که امو اکسنت از او امو گسترش از او چهار سمت از او چقدر گسترش داره در قسمت نمایش داده شده. و همچنان در قسمت کانتینر محتویات پرویو که نمایش میداد و دسکریپشن که معلومات های دیگه در قسمت بود به این شکل وجود دارن. و همچنان میتونیم فرد مثال کانتریز روی ازی ما کلیک کنیم
یک کلیک کنیم در اسم دسکریپشن نما پریویو میخوایم. ببین این چی هست؟ اما کشورهای جهان هست یا نقشه جهان هست که شما میتونید ببینید به شکل یه ارقام چی؟ ارقام مکانی میشه که شما میتونید اما نوی نمایش چی کنید؟ تغییر بدین. فرض مثال در قسمت ابجکت آیدی شیپ هست و اف آی پی اس کانتری که نمیفهم اینا فکر کنم شاید چی باشه امو نام مخففی هر کشور وجود داره بنظریم. مثلا آرژانتین ای آر، فرض مثال آسریا ای اس، اون مشغل آسریا نمیفهم، انگولا به مشغل. خب هر صد اینا زیاد بحث زیاد چی مون هست کانتری نیم به مون شکل میتونیم رو چی کنیم کش کنیم در قسمت میتونیم اینا خب هر چی بوده خب هر ساخته پاپ کانتری که در قط امو نفوس کشورها رو نشان میدادم با مشغل اس کیو که ام اینا اسکوایر کیلومتر کانتری درسته مساحت که هر کشور نشان میده و با مشغل اس کیو ام آی که اسکوایر کیلومتر مایل اینا مساحت بر حسب مایل و همشان کور تایپ که منظور دمو کرنسی تایپ یا همو واحد پولش حتما هسته آه مشغل همو هسته. خب این رفت به جایست نداره که او منظورش دیتایی که ساخته او چی بوده این ربطی به جایست دانستان دانستان نداره درسته؟ میدین خودشون ببینید کورن تایپ فلورین ای سی دلار افغانی خب مطمئنن اما واحدی پول بوده اتمن با اون شکل اینا تمام ارقام تفصیل به این شکل وجود دارن این شپریا و شپلینت بودم میره خود جایست واسه پیش فرض برای شما محاسبه میکنم. خب گفتم این صفحه که در یک قسمت دیده میشه چی میکنه؟ در کل محتویات این فولدرها و جتابیس های ما چی بوده؟ نمایش میده و یک از اهدافی و یک از قبلیت های ارکاتالوگ چی بود؟ نمایش دادن دیتا ها بود که بمیشه میتونیم دیتا های مختلف فرمت های مختلف از ارقام که مربوط جایس میشه ببینیم. خب ممکنه یا اینا کلن یک نوع ارقام بود یک نوع فرمت بود. خب میتونم بیدم فرد مثال ما فرمت های مختلف از جایس میتونم ببینیم. خب در این قسمت شما در قسمت فرمت های جایس خب بحث جداست که اونها یک روز مکمل کردن ما میتونیم روز بعدی انشاءالله بخونیم. در این قسمت شما میتونین عقاب بیس دیتا کی دیتا مربوط دیتای سروی بوده سروی که در واسه پیوتر استشن جی پی اس و ممکنه لیول گرفته باشه با این شکل. فرض مثال شما نیو دیتا اگر شما متوجه باشین امو اکستنشن دات تی اکس تیه اینه مطمئنم چیه؟ با فرمت نوتپاد وجود داره که شما میتونین در یک قسمت ببینین که من از زمان شما یه خوب بهتر مفهمین که باید سروی میگم چیزی که بسیار مهم است سروی جدوزیکی پوینت نمبر است و استین و نورتین و همچنان دیسکریپشن خب زاید الیویشن و همچنان دیسکریپشن باشه دیسکریپشن که شما میتونین خب در یک قسمت خب ببینیم به این شکل. خب بینا نفهم نام از چی بوده خب اینا زیاد چی نبوده. خب خود جایس بسید پیش فرض دو ستونه گیت اینا یکش ایکس ها یکش وای یکی اسین یک نورتین گه با اون شکل اینی فیل چی بوده؟ دیسکریپشن چی بوده که دبلیو بوده توپو بوده آر بوده که ممکنه رود بوده باشه وال دبلیو وال بوده ممکنه باشه با اون شکل در قسمت همه از نقاط وجود دارم که اینا رو ما گفتم که این دیتا هم هست یک نوع دیتایی که خود جایس قابلیتی پروسیس زیر دارم. خب غیر از اون ممکنه خیلی دیتا های دیگه هم ممکنه وجود داشته میتونیم که او را ببینیم. یک از انواع دیتا فرض مثال کابل ایمیج هستم یعنی عکس ستلایتی کابل در قسمت شما میتونیم یه اکسپاند کنیم تا یکی به این شکل این دیگه کمی سقیل هست. ببین این دیتایی گفتم که دیتایی که توسط پوینت پولیگون و نقطه نشان داده نشده متوجه هستین اما یه ارقام توصیفی میشه یا مکانی میشه کدام مکانی کدامش میشه مکانی است دقیقاً درسته. و اگر شما در قسمت ببینید در قسمت نوع نمایش بیایم چیزی برام تقریبا وجود نداره متوجه هستین اما از ارقام توصیفی این به نظرتان چیزی که فعلا دیروز گفتم تصورتان چیه این کدام ارقام شاید باشه
گفتیم که ارقامی مکانی است به شدت ما دو نوع بود، یکی ویکتر دیتا بود، یکی رستر دیتا بود. کی رستر باشه؟ دقیقاً گفتیم ساختار ارقام رستری طور بود که از پیکسل ها یا همزو حجرات سلا تشکیل شده، که حتی ما میتونیم که یک عکسی که ما داخل جیس میکنیم یا برنامه جیس میکنیم اون رو به عنوان ارقام رستری میشناسیم. درسته؟ اولین کاری که اینر میکنه در رابطه اینوی سطح امیج وجود دارم، اما یه یک متوجه باشین و تا یک موضوع دیگه که ما میخواییم بگم که در قسمت این منوبارام در قسمت یک تولبار دیگه وجود به نام جیوگرافی که شما میتونید توسط از این گرچه میتونید توسط خود موز هم بیره زوم اوت کنیم، اما در قسمت به نام جیوگرافی تولبار وجود که شما میتونید پنم کنین زومین کنین در قسمت فرد مثلا ما یک از ساعت شما این قسمتی از مربوط دیوخانان میشه. کجا رفتم من؟ خب در این قسمت مزید عبدالرحمن عبدالرحمن است این پارک زرنگار است و این مارکتی یمو چیه؟ گل بهار سنتر است به مشکل وزارت خارجه به مشکل دقیق شما میتونید عکس داده میجه میتونید ببینید و تا دقیق شما شما متوجه بشید این زیاد کیفیت هم نداره گرچه کیفیت خوبم داره میتونید متراک دقیق شما وجود داره شما میتونید ببینید که اول کیفیتش کیفیت دیتا زیاد کیفیت بالا نبوده و یا ارقام رستری است. خب در این قسمت اولین کاری که خوبی بر کاتالوگ ربطی نداره، الان کاری که ما میکنیم در جایز کسایی که بخش شهرسازی میخونه در ابتدا یا توسط دیتایی که ممکنه قبلا توسط کسای دیگه آماده شده باشه یا یکی ما روی امزی دیتا کار میکنیم یا خود ما کار میکنیم روی امزی دیتا، ما چه قسم بتونیم خانه ها تعمیر و ممکنه نواحی ممکنه کوچه ها همه مواردی که در نقشه دیده میشه نشان بدیم. و یک موضوع دیگه فکرم دقیق قسمت ما شما که متوجه باشین یک نقشه هست از کابل ما نشان میدم. این نقشه رو مطمئن قبلا هم دیده باشین شما. این نقشه مربوط نقشه کابل میشه که توسط برنامه جیس چی شده؟ کار شده. اصلا به اینی زیادتر کاربرد بخشی شهربالی یا شهرداری یا ممکنه بسیار به شهرسازی اینا کار داره، اما روی این نقشه نه. این نقشه برای کسی که چی میخوانه زیاد نمیتونه مثلا تحلیل نرس کنه، در صورتی که ارقام نداشته ارقام تصفی نداشته باشیم ما نمیتونه تحلیل نرس کنیم، در صورتی که ما چیزی که بسیار منظور بودیم تعداد نفوس، تعداد بیسواد، باسواد، تعداد مکتب، تعداد شهرخانه، خب تمام نیازمندی ها چیزایی که وجود داره باید وجود داشته باشه. مثل که من قبلا در یک از دیتای دیگر من نشان میتونم در این قسمت به نام خب فرض مثال ویلستون که یکی از ایالت های آمریکا میشه، فرض مثال ما اسکول آل اینا اما مکاتیب توسط چی؟ توسط نقاط نشان داشتم نشان داده، درسته به شکل پوینت ما میتونیم اینه در قسمت پریویو بریم اما ارقام توصیفی از اینا رو ببینیم. در یک قسمت نام مکتب وجود داره و توی مکتب وجود داره، اینا کدام نام مکتب؟ ابتداییه؟ ممکنه متوسطه باشه یا ممکنه لیسه باشه یا ممکنه حتی مکتب نامش پانتون باشه، حتی نام پانتون باشه، حتی ممکنه تعداد استاد باشه، تعداد پانزیا باشه، ممکنه تعداد کارمندا باشه، ممکنه هر مواردی که تو مثلا ضرر داشته باشه، حتی ممکنه تعداد استادا و تعداد کتاب های ممکنه هر چیزی شما در قسمت در خواهی تصمیم میتونید در قسمت درج کنید که در درس های بعدی است انشاءالله میخوانیم. در این قسمت گفتیم که ما میتونیم که فرمت های مختلف یا ارقام مختلفی داده های جغرافیایی یا داده ها را در ارکاتالوگ به نمایش بیاریم. این یکی از قابلیت های ارکاتالوگی بود که ما دیتا ها را به نمایش آورده میتونیم، این نمایش می ارکاتالوگ. و مسئله این که گفتیم که دیتا ها را کانورت میکنه و همچنان دیتا ها مدیریت میکنه اینا زمانگیر است که اینا در درس‌های بعدی میخونه، فقط در قسمت
ایجاد لایرهای جدید ما میتونیم که کار کنیم. خب اگر شما دیده باشین در این قسمت کابل ایمیج در این قسمت شما کلیک کنین میتونید دقیقا ببینین. میتونین این رو ببینیم. اما این فعلا برای ما چقدر کاربرد است؟ کاربرد دارم. من هیچ چیزی برای من نمیتونه از روی زیم تحلیل انالیز انجام بدم. درسته؟ در صورتی که من بتونم که روی زیم دیتا کار کنم. توسط چی؟ توسط فرمت‌های مختلف دیگه جایست. که روی زیم کار کنم، این مطابق به دیتاهایی که در قسمت دسک وان مربوط آمریکا بود. مکاتب نشان داده بود، ممکنه پانتونا نشان داده بود، کشورها نشان داده بود. حتی ممکنه خیلی چیزای موارد دیگر نشان داد، به اون شکل باید ریزی کار کنم، ایجاد کنم. این اخشب فعلا این فایل به شکلی ارقام رسالی داخل شده. درسته؟ ما میخوام که این باید لایه‌های جدید بسازیم و کار کنیم. مثل که در این قسمت شما که متوجه باشین، به طور مثال، این در این قسمت یک پارک وجود داره. من ریزی باید یک پارک ایجاد کنم. خب فکر کنید اگر ارقام رسالی وجود داره ما باید که روی کار کنم. فرض مثال این ممکنه یک دریا وجود داره، دریا ایجاد کنم، مثل که در اتوکد شما کار کنم دریا بسازم دیگه. درسته؟ در پروگرام با مشاوره این ممکنه خانه باشه یا ممکنه پانتون باشه، با مشاوره اینجا یک چیز باشه و اینجا ممکنه چی باشه، فکر کنید یک تپه ممکنه وجود داشته باشه. درسته؟ و ممکنه اینجا تعمیرها وجود داشته باشه، ممکنه اینجا زمینی کشاورزی باشه، این ممکنه یک پارک باشه. این خب اینا رو باید ایجاد کنم و بعد از چیزی که مهمه ارقام تصویر من نمیتونم از کل از دل خود اونجا درش کنم. درسته؟ اینا باید مطابق با ارقامی که سروی شده و اون چی باشه؟ معتبر باشه دیگه. که اونم در صورتی که شما مثلا یک کارمندی رسمی یک سازمان کمپانی وزارت نباشید، اون در اختیارتون نمیگذاره. یه دفتر من نیست این مورد ارقام تصویر، اما به شکل نمایشی من میتونم شما بر شما کار کنم. باید ارقام تصویر دیگه گفتم درج کنیم که مثلا تعداد مکتب، ممکنه خانه، تعداد مرد زن، ممکنه شفخانه، تعداد دکتر، تعداد مریض، ممکنه تعداد مریضایی که در ماه مثلا در اینجا تعداد چند 500 نفر، 1000 کمتر زیادتر. خب ممکنه خیلی موارد دیگه باشه، اینا رو توسط من نمیشه، اینا توسط کسای دیگه هست که برای من کار میکنه. ممکنه یک بخش از او چی باشه، شما فکر کنید خود یسای مرکزی باشه، دیتا در اختیار شما میگذاره. یه چیز نیست در وزارتخانه، در وزارتخانه یا ممکنه ارگان ها چی باشه، اینا به صورت رسمی چی داره، پروتکل داره که اون دیتا در اختیارتون میمونه. و رو چی میکنید شما؟ درج ارقام تصویر میکنید و بعد از اون مطابق با از اون شما تحلیل انالیز انجام میدید. یه ممکنه فکر کنین بخش شهرسازی باشه، بخش شهربالی باشه و هر کسی دیگه باشه، یا ممکنه بخش هیچ کدوم از اینا باشه نباشه، فقط بخش احسای مرکزی باشه. ما ممکنه ارقام جمع میکنم روی کار میکنم، اما یه ارقام ما در اختیار فرض مثال وزارت چی میذارم، شهرسازی در اختیار میذارم. اونا هر طرح و پلان و پلانگذاری داشت مطابق بمزی چی میکنن؟ عیار میسازن. و یا ممکنه نظر بمزی ما اینا در اختیار وزارت صحت عامه قرار میدم که اونا مطابق بمزی پلانایی که در رابطه با چی دارن، کمبود شفخانه و هر چیز رد داشته، مطابق بمزی خود چی میکنه؟ عیار میسازه. و هر بخش دیگه هم ممکنه وجود داشته باشه در یک قسمت میتونه کار کنه. خب اینا رو شما خوب فهمیدین که چه قسم میتونیم که دیتا را نمایش بدیم. خب چیزی که فعلا ضرور یکی از کارهای دیگه ما به نام ایجاد لایه‌های جدید که نه باید لایه‌ها ایجاد کنیم و روی ارقامی که ما ارقامی قابل بود که امروز صدای میش بود روی زو باید کار کنیم. یعنی باید ما لایه ایجاد کنیم، این خود به خود نمیشه لایه‌ها با شکل خانه و پلیگون و سرک خودش در بیاد، نه اونا باید خودی ما کار کنیم. خب شما میخواین در مسیر کار کنید، در فولدر که میخواین پروژه کار کنید باید مشخص شه. حالا مثال در قسمت فولدر کانکشن ما روی خواسته باشه، فرض مثال میام در قسمت کامپیوتر به موشک باسن در درایو ای به نام سفرینه، در قسمت میام
جای استخدام. حتی در قسمت اگر شما میکنی فولیه رو میتونیم بسازیم، فولیه جدید میتونیم بسازیم. خب اینجا امو چی شده هم او کنیک شده دیگه، من در قسمت نویم در درایو ای جای استخدام. فرض مثال در این موقعیت من در جای استیتا میخوام یک فولدر بسازم، درسته؟ فرض مثال میگم که پروژکت باشه، درسته؟ یعنی پروژکت باشه، ممکنه اینجا اگر به شکل خب ما این رو میتونیم اوکی بگیم، یعنی همین موقعش حتی نشان میده ایخس متوجه هستن درایوی در فولدر جای استیتا در داخلی نی فولدر اوکی. جستیتا رو بول در ایکس بود اوکی میگیریم. حالا شما در ایکس شما مثلا اکسپاند نکنید را در ایکس یک فولدر به نام بیون ساختن. خب در ایکس میتونیم چیکار بسازیم؟ فرض مثال ما در درایو ای جست دیتا در ایکس راست کلیک میکنیم در ایکس نیو. حتی این کار میتونیم در ایکس انجام بدیم، روی صفحه راست کلیک کنیم در ایکس کانتنت بیم در ایکس راست کلیک کنیم به شکل بین روی صفحه خودی که بوتم محتویات نشان میده و یا میتونیم که روی این فولدر که میخوایم که کار کنیم نیو نیو چیم یک فولدر میخوایم بسیم در ابتدا. این جایست باید خوبی درس های بعدی مثلا میخوایم بگم، اما فعلا شما باید در جایست دیتایتون جمع باشه، داخل فولدر باشه، داخل دیتابیس باشه، درسته؟ ما خوب میخوایم که در ابتدا یک فولدر بسازیم به نام پروژکت به مشکل پرو رینیم سیکتید قبلا کدام خب برای من این فولدر هست میتونم از این قسمت رینیم در قسمت رینیم میکنیم به نام خب دبل ای باشه فرق نمیکنه در قسمت دبل ای در قسمت شما بیاین در قسمت ببینین دبل کلیک کنین شما ببینین کمی کانتین از چی پریویوز ببینین و دسکریپشن ببینین چیزی وجود نداره. قسمت شما ببینید حتی دسکریپشن چه ببینید که کلان چی میگه که there is no summary for this item، درسته؟ شما داخل از فولدر بازم راست کلیک میکنید یا میتونید روی صفحه راست کلیک کنید نیو نیو چیم. خب در قسمت در ابتدا ما وقتی لایر های جدید میسازیم گفتم که جایز دیتا های مختلف داره و فرمت های مختلف داره، نظر و ذات ما میتونیم چی کنیم اونا را بسازیم. خب چیزی که بسیار مهم است در این قسمت من میخوام بگم که یکی چیزی که بسیار معمول است یکی جیو دیتابیس است و یکی شیف فایل وجود دارم، درسته؟ یکی شیف فایل است یکی جیو دیتابیس است. خب این برای شما شاید سوال پیدا شه که جیو دیتابیس چیه و شیف فایل چیه. هر دوی زو ممکن ها یک کار انجام بده. شما میتونید به می شکل ارقام تصفیتان رو بسازید، مثل که شما گفتیم خانه رو میتونید درابین کنین به مشکل تعمیر باشه، ممکن شهر باشه، ممکن کشور ولایت و ولسوالیا باشه، میتونید به قسمت ایجاد کنین و توسط شفایل هم کار میتونید، هم جتابیس هم شفایل، هر دویش میتونید هم کار انجام بدید. اما تفاوت های داره اینا، مثلا چه تفاوت های داره؟ خب یک موضوعی که میخوام بگم که همین جتابیس چی هست، شاید برای خودتون زیاد سوال چیده پیدا شده که خب برایتان از نامش پیدا دیتابیس شاید یک چیز شنیده باشید. دیتابیس اینه اما پایگاه داده ها یا پایگاه داده های جغرافیایی بگم که به قول ایرانی ها پایگاه داده های جغرافیایی اینه فکر کنید باکس یا صندوق از چیز وجود داره که تمامی محتویات داخل چی باکس صندوق وجود داره، مثل که شما کوری سنگی و مرکز ارتباط دبخان و مشکل سین داخل از کلاس ببینید که LCD، کامپیوتر، ماوتو، بالاخره میز، چوکی همه چیز وجود داره. یعنی داخل دیتابیس این داده های ما وجود داره، درسته؟ ارقام یا مثلا اطلاعاتی ما در دیتابیس وجود داره. اما اینکه جیو دیتابیس میبینید پایگاه داده های جغرافیایی، چیزی که با جیو یا جغرافیایی رفت داره. خب
و خب یک مسئله دیگه گفتم اینا چی فرق داره جتابس نسبت به گرچی اگر اشتباه نکنم تا ورژن 9.3 تا ورژن 9.3 که بود جتابس وجود نداشت. تا زمانی که این ورژن 9.2 بود 9.3 نه باز به 9.2 بود جتابس اون زمان نبود، معمول نبود. چیزی که وجود داشت اون زمان شیپ فایل بود. این هر کاری که تصمیم کرد توسط شیپ فایل میکرد. جتابیس وجود نداشت اون زمان. آیا اون زمان بنابر ضرورت نبود یا یک توانایی وجود داشت این رو بسازه؟ خب هر صورت. اما باز ورژن 9.2 که 9.3 آمد و بالاخره تین پانتیری بود. باز او ایچی شد ساخته شد. و ایچی فرق دارد. شما یکی از یکی خود جاتابس یکی خود جاتابس حجم کم میگیره در کمپیوتر ما. این شیپ فایل با اون تیپ حجم زیاد میگیره. شما متوجه باشین که فایل ورد و پی دی اف حجم کم میگیره براتون، نه؟ وقت شما اگه فکر کنید فایلی که فکر فایل خودش یک ویدیو اگه باشه، ببینید که یک ویدیو از 100 MB کم نیست. کم اون میدیه که ویدیو باشه دیگه. خب برصد این توانایی که داره جتابیس برزی مزد جتابیس خوش میکن میگره مثلا که در این خدمت شیپ فایل برعکس از اون که فرم زیاد میگره درسته؟ و در ضمن از اون جتابیس خب بیره شما تانوز نخوندین میتونیم توپولوژی ایجاد کنیم درسته که شما توپولوژی رو خب درس‌های بعدی می‌خونید و در ضمن از اون قابلیت فونت فارسی رو دارد. یعنی می‌تونه فونت فارسی رو چی می‌کنه؟ پروسس می‌کنه که در این قسمت در شیپ فایل نه توپولوژی حجم کم نه دو توپولوژی در یک قسمت ایجاد شده نمیتونه و در ضمن از اون قابلیتی یا امو قابلیتی پروسیسی قابلیت پروسیسی فوند فارسی رو ندارد دارم؟ که ندارم درسته؟ خب این فرقای جتابیس و شیفای اگرچه در ظاهر هر دو یک کار انجام میده. میتونه توسط از لایرها رو چی کنیم؟ ایجاد کنیم و از این لحاظ اونها با هم فرق دارن. ایره گرفتن نه؟ و چیزی که دیگه لازم است جیو دیتابیس دو نوع یکی فایل جیوتابیس یکی پرسنال که در این قسمت فایل جیوتابیس ظرفیت بیشتر دارد در این قسمت پرسنال چی؟ او ظرفیت نداره همین رزیتر کنم فریزی کنم خب شما که دقیق سمت متوجه باشن ما روی فولدر که میخوایم که لایرها را ایجاد کنیم بازخیده میکنیم دقیق سمت نیو ما گفتیم که میتونیم جتابیس بسازیم فایل جتابیس باشه یا که پرسنال جتابیس باشه گفتیم اینا فرقایش وجود داره با اون شما میتونیم چی کنیم؟ شیپ فایل بسازیم خب ما زیاد مهم نیست فایل جتابیس و پرسنال جتابیس در قسمت ساختار خود یا ساختن خود هیچ فرق نردوش به اون شکلی که یکیش میشه دیگه شما مشاور ساختن بشه خب ما فایل دیتابیس میگیم به این شکل ساخته شد میتونیم نام بدیم یا یکی هر چیزی که شما خواسته باشه پروژه پی آر کو درسته خودش دقیق قسمت تایپش نشون میده چیه فایل دیتابیس میتونیم روی زی کلیک کنیم داخل زی میتونیم بمشه بازم راست کلیک کنیم و داخل زی فیچر دیتا سیت خب اینا رو من میگم که فیچر دیتا سیت چی هست بعدن خب اینو وقت ساختیم به این شکل
کلیک کردیم، در یک قسمت میگه که همین فیچر دیتا سیت شما چی باشه. میتونید شما نام بدین، فرض مثال چی؟ کابل باشه. برزی معذرت okay. کابل و نیکس. چیزی که در جویس مهم است، سیستم کورنات مهم است، مثل اوتوکاد نیست که شما چیزی که دلتان خواست شما چیون ایجاد کنیم و دراوین کنیم. در یک قسمت بسیار مهم است که شما چی کنین؟ کورنات باید معرفی کنین. کورنات هم شما از ما بهتر بفهمین که کورنات دو نوع جغرافی کردن سیستم و پروژه کردن سیستم. سیستم کورنات قایم و جغرافی است. خب شما میتونین هر دویش را معرفی کنین. از این اگر شما خواسته باشین برای افغانستان معرفی کنین یا جای دیگه میتونین از این کنین اکسپاند کنیم یا میتونین دبل کلیک کنیم در یک قسمت. میتونین بیایم ورد یا میتونین اکسپاند کنیم به این شکل ورد دبل WGS World Geodetic System 1984 که اینا در سال 1984 اینا رو چی کردن؟ خود امریکایی ها مثلا یا کسایی که ریزی اینا کار میکنه سیستم اصلا پروژکشن سیستم کورنات اینا سروی میکنه کار میکنه اونا رو چی کردن؟ ساختن که ممکنه ما از این استفاده میکنیم و در افغانستان از این استفاده میکنه و همچنان از اینا استفاده نمیکنه، شاید ممکنه در کشور دیگه از اینا استفاده کنه. خب برصد میتونیم به این شکل نیکس بگیم، درسته؟ و یا میتونیم که این برای چی بود؟ پرو جغرافی کردن سیستم بود اما فلانی چی شد؟ معرفی شد کردن کردن سیستم. میتونیم چی کنیم؟ یک خود بیم پلیار بگیریم، درسته؟ اگر شما که خواستین برای کارتان یا برای لایرهای خود یا دیتای خود اگر جغرافی کردن سیستم معرفی کنید به اوش میتونید معرفی کنید، درسته؟ اگر خواستم پروژه کردن سیستم معرفی کنید در یک قسمت اینو اکسپاند میکنیم در یک قسمت میم در قسمت ورد برزی مذارب ما در قسمت میتیم میتیم در یک قسمت WGS 1984. خب شما برای کجا میخواید معرفی کنید؟ برای افغانستان. خب موقع افغانستان در کجا وجود دارن؟ 42 نارد. کجا؟ شمالی. اینه افغانستان در نیمکره شمالی موقعیت داره و خب اینو ما خود در قسمت یک روز ما در قسمت جایروسین و ما پروژکشن و در قسمت کنون سیستم یک روز معلومات دیگه میتیم که اونا بحث ما پروژکشن مثلا جداست که شخص میتونه پروژکشن رو تغییر بدیم. خب در این قسمت میتونیم گفتم که افغانستان بین 41 و 42 و 43 نارد موقعیت داره که من قسمت کم از نه 43 و قسمت بیشترم 42 و 41 هم به اون شکل قسمت های غربی افغانستان 41 در بله؟ 60 نیویست 42 نارد نارد میشه نارد میشه. خب اینا در این زونا موقعیت داره افغانستان بین امزی سیزون موقعیت داره که شما میتونید حالا که فیلن ساوتین رو نمیگن دیم ما نارتین. خب ما فیلن چیزی که از ما تعلیمی است و آموزشی است ما میتونیم چی؟ چی رو دوی نارت انتخاب کنیم. در یک قسمت باید چی کنیم؟ در یک قسمت در یک قسمت کنیم کردن ستون در یک قسمت چیش برای ما معرفی شد در چی میگن نیکس اینا رو دیگه به صورت پیش‌فرض کنم از کنم به کنیم ستون معرفی کس نمیکنم. Next finished. این فیچر دیتا سیت ساخته شد، درسته؟ میتونیم روی ازی اکسپاند کنیم و بعد از اون در قسمت روی ازی دبل کلیک میتونیم بکنیم و بعد ما میخوایم که چی بسازیم؟ فیچر کلاس بسازیم. خب این ما تشریح میکنم فیچر دیتا سیت چیه و فیچر کلاس چیه، میخوایم بعدا تشریح میکنیم که شما در قسمت ساختار زنم باید بفهمیم. خب میتونیم نام بدیم، فرض مثال ما نقشه کابل رو میسازیم و در اون نقشه هم لازمه که ما چند چیز بسازیم؟ خب ما باید بسازیم یا همون سه حالت وجود داشت پوینت، پولیگون و لاین. خب ما یک از اینا فرض مثال میگیم که لاین یا نه میگیم که ما چه نشان میدیم؟ دریای کابل نشان میدیم. در این نقشه میخوایم دریای کابل نشان میدیم. این نام است اما نام مستعار الیاس است. الیاس خب این زیاد مهم نیست اما در قسمت تایپش اگر معرفی کنیم یا نکنیم برای ما هیچ منفعتی
ندارن. در قسمت تایپش باید معرفی کنیم، یعنی دلیل توسط چی ما نشان میدیم؟ توسط نقطه؟ نه دیگه، لاین فیچر، درسته؟ خب میتونیم به شکل نیکست اینا رو خب ما بسات دیفولت کار میکنیم نیکست. و در قسمت شما متوجه بودن قبلا ما زمانی که ما دیتاهای خود بنمایش میدادیم، شما ارقام توسطی در تیبلا میدیدین و ارقام مکانی به شکلی که خود عوارض و تفصیلات وجود داشت به موشن میدیدین، خانه ها و تعمیر و کشور ها و به مو شکل ایالت ها بود. خب آیا او دیتاها مثلا چی زرد داره؟ برای ارقام توسطی چی زرد است؟ ما وقتی دریال میخوایم نشان بدیم نشه کابل، به اینجی ما ارقام توسطی میخوایم چی نشان بدیم؟ ما میخوایم که ابتدا اما نامش حداقل مشخص شد، نام دریال میتونه در قسمت چی کنم؟ فرض مثال نیم نام دریا باشه، اینا در کجا میشه؟ اینا در فیل دزویه در اون تیبله که من نشان دادم، درسته؟ خب در قسمت دیتا تایپ شما مثلا در قسمت کلیک کنین، در قسمت اینی گزینه با شما وجود دارم که شما باید که نام میخواید نشان بدین توسط عدد نشان میدین؟ نه، توسط تکس نشان میدین، درسته؟ و در قسمت شارتن جهر فلو جبل موجود داره، تکس هم تاریخ و بینید به شکل انواع مختلف از دیتا تایپ وجود داره که شما برای ارقامی که چی باشه تکس باشه اومن عبارت باشه یا حرف باشه توسط چی نشان میدیم؟ تکس. و در غیر از او شاردنتجر، لاندنتجر، فلوت و میتونه دبل که شاردنتجر و لاندنتجر برای چیه؟ عدد صحیحه. و بقیه از اون فلوت دبل چیه؟ برای عدد اشاری. و همچنان در قسمت شاردنتجر برای هشت رقمی و بقیه از اون لاندنتجر برای بالاتر از اون فلوت هم به اون شکل عدد بیشتر از هشت رقمی برای عدد هشت رقمی و دبل و بیشتر از اون. خب فعلا ما تکس میگیریم، میتونیم در قسمت میتونیم چه کنیم؟ اما موقعش هم نشان بدیم، TION میتونیم موقعش توسط چی نشان بدیم؟ این موقع کردانتیش نیست، اینجی موقع فقط در موقع چی مذاریم هسته؟ این در کجا موقع داره؟ در پخمان وجود داره یا ممکنه داخل شهر کابل وجود، منظور ما ای نامشه، ای موقعش هست، من توسط تکس. خب هرچی شما خواسته باشین یا ممکنه همین دیتا همین چیم برز منظرت دریا توسط کی سروی شده، همین که تحقیقات کرده کار کرده ریزی کدام تاریخ بوده، میتونه در یک قسمت اما دیتا زرم اضافه کنیم. خب این زیاد ضرور نیست. خب شما هرچی خواسته باشین میتونین در یک قسمت اما فیل داره در قسمت خودتون بسازیم فینیشت. و بعض وقت ضرورت میشه که شما یک فیچر کلاس قبلا داشتین که فعلا من یک فیچر کلاس میسازم، ممکنه فیچر کلاس شما قبلا ساختین، درسته؟ ما میخوام که اما فیلدهایی که برای زو هست میخوام برای زی چی کنم؟ ایمپورت کنم. یه راه ساده تر هست، شما میتونید از این قسمت ایمپورت کنم. خب اینو ایمپورت حالا فعلا لازم نیست، حالا فینیشت میگیرم. خب یک ریوار یک شفایل که نویدش چیه؟ لاین هسته به نام ریوار بود ساختهش، میتونم به مشکل راست کلیک کنم بازم فیچر کلاس میخوام در یک قسمت هوم نشان بدم، این سرکار نشان بدم. میتونم که هوم نباشه، فرض مثال یونیورسیتی باشه، یونیورسیتی. البته در یک قسمت شما نمیشه زمانی که شما چی میکنین چی نباشه، اسپیس نباشه، قبول نمیکنم. توسط چی نشان میدین پانتونه؟ خب میتونه اگه صاحب پانتون منظور باشه که شما توسط پلیگون نشان میدین، یک صاحب یک مساحت وجود داره، درسته؟ توسط پلیگون ها خواسته باشن که توسط یک نقطه یک پانتون نشان بدین، میتونه که در وقت در تایپش چی بگیرین؟ پوینت میفرن منظور ما پلیگون است. نیکست بسات پیش فرض میگیریم نیکست در یک قسمت میتونیم در یک قسمت نام پانتون باشه، نامش چی باشه؟ میتونیم تکس، نامش تکس میگیریم. حتی میتونیم بگیم که لوکیشن باشه، میتونیم موقعش بگیریم بگیم که فرض مثال تعداد مثلا باشه یا ممکنه تعداد شاگردان باشه که در انگلیسی چی میگیریم؟ فرض مثال اریا میتونیم نمبر آف، خب نمبر میگیم، نمبر آف هر چی باشه، مثلا نمبر میتونیم نمبر تیچر بشه، اکسیش میدونم که تین نباشه،
تعداد شاگرد استاد داره. و این توسط تکس نشان میدیم. معمول نیست. ما میتونیم توسط تکس نشان میدیم تعداد استاد داره. مثلا 4530 مثلا. میتونیم بهتر از توسط اعداد نشان بدیم و او هم چی باشه شاردن جر باشه. اما توسط اعداد شاردی که نشان نمیدیم دیگه. درسته؟ همون شاردن جر میگیریم. با همون شکل میتونیم که تعداد کارمندا باشه. تعداد دپارتمنت ها باشه، تعداد هر چی که شما در یک قسمت شما خواسته باشین میتونید چیکارین ایجاد کنین. به همین شکل فینیشت. و در یک قسمت شما یعنی نه قبول نمیکنه. خب نمبر میگه سه اسم مشکل ندارم. درسته؟ خب میتونیم باز هم فیچر کلاس بگیم بار ما چی انجام میدیم؟ این مساجد نشان میدیم در یک قسمت. یا میتونم یه چیزی بسیار مهم است هاسپیتال. هاسپیتال. درسته؟ توسط چی نشان میدیم؟ توسط نقطه نشان میدیم. در نواحی کابل، در مناطق مختلف از کابل، در قسمت های از کابل دیره توسط پوینت فیچر نشان میدیم. نیکس. خب شما این رفع میدین دیگه. نشان میتونم شما خودتون بسازید که موقعش، نامش، تعداد دکتر، تعداد کارمندا و هر چیزی لازم باشه میتونید با نظر به زحمتی که شما در جای کار کردین میتونید چیکارین بزنم و کلیت چمی هستم. خب شما در یک قسمت متوجه باشین ما در ابتدا چی ساختیم؟ جتابیس. ما جتابیس هم گفتیم که چیه جتابیس، تعریف کردم و یک معلومات مختصر در ابتدا جتابیس دادم و گفتم جتابیس هم دو نوع است. درسته؟ و با شفایل یک فرق داره. اینم نسبت به شفایل مزیت خوبیش بیشتر است. یعنی ما میتونیم کار خود ترجیح بدیم که جتابیس خوب باشه تا اینکه شفایل باشه. و اگر شما متوجه باشین ما اول جتابیس ساختیم که آیکنش خوب این نسبت میدید. شما یک دفعه کشین که میدید یک دفعه میدید نسیک بین همین خلاص شده کمی دیگر کار چی دیگه نداره. خب فقط ما شما در قسمت که متوجه باشین اول جتابیس ساختیم و بعد از اون بعد از چی ساختیم؟ فیچر دیتاست ساختیم که آیکنش به این شکله. اما آیکنی که شما میبینید به این شکله. و بعد از چی ساختیم ما؟ فیچر کلاس ساختیم که فیچر کلاس هم مثلا خود همو آیکنش نشان میده که مثلا اگر به این شکل. خب لازم نیست که شما اگزام کمتر راحت باشین دیگه کمتر کار نیست اینجوری فقط میتونید روی زی ببینید. خب در این قسمت اگر اول جتابیس ساختیم که آیکن به شکل گستوانه است اما در قسمت فیچر دات ست شما میتونید آیکنش ببینید به این شکل وجود داره. اما در این قسمت فیچر کلاس هاست که شما مثلا گفتیم که ما اگر فیچر کلاس از نوی پایین ایجاد کنیم به این شکل در مو آیکنش به این شکل دیده میشه. اما فیچر کلاس از نوی لاین انتخاب کنیم به این شکل. خب مشابه به همزی یک چیزی ساخته میشه که شما میتونید رو خودتر بیان در خانه رده. اما در قسمت پولیگون خب بانج شما میتونید به شکل یک پولیگون اما ایکانش رو ببینید. اما شما متوجه باشید من اول جتابیس ساختم جتابیس ساختم خب این فرق نمیده کدام نوع جتابیس و بعضو فیچر دیتا ست ساختم و بعد چی ساختم؟ فیچر کلاس. خب اسپل چی باشه رو باشیم دیگه. خب جتابیس فیچر دیتا سیت به مشکل فیچر کلاس. یعنی ما گفتیم که ارقام ما داخل جتابیس وجود داره. یعنی مجموعی از فیچر دیتا سیت های ما ممکنه فیچر دیتا سیت ما برای کابل ساختیم که نه. ممکنه ده ها فیچر دیتا سیت ما ساخته باشیم. اینه. مجموعه فیچر دیتا سیت ما برای چی میشه؟ جتابیس. اینه داخل جتابیس ما چی وجود دارم؟ فیچر دیتا سیت وجود داره. و داخل فیچر دیتا سیت ما چی وجود داره؟ چی فایل ها وجود داره؟ ساختارش طوره که مثلا جتابیس فیچر دیتا سیت و همچنان بعضا فیچر کلاس. اما شما در قسمت متوجه من فقط من نام دادم. اما در قسمت آمده من سیم کوردینات معرفی کردم. متوجه بودین؟ گفتم که برای افغانستان به این شکل ما میتونیم سیستم کوردینات معرفی کنیم.
درست استم کردن بله معرفی کردم و در قسم شما متوجه من فقط من نام دادم و نظر بزرد و ارقام تفصیفیز و یا تبرز و چند فعل اضافه کردم. من گفتم چه قسم میتونی که من فعل دارم بسازیم و در قسم شما متوجه بودم که من استم کردن معرفی نکردم. درسته؟ من استم کردن برای فیجر داده ست ساختم برای زی کفاید من اینه تمام فیجر کلاسی که در یک فیچر داتا سیت وجود داره چیه داره سینکرونات واحد می باشه. تمامی از نام ممکنه ما یک فیچر کلاس نباشه که ده ها یک کلاس باشه سینکرونات چیه کیسه یک نه فیچر یک نه سینکرونات داره. درسته؟ ساختارش به این شکله جتابیس فیچر داتا سیت و شفایل شفایل بازن فیچر کلاس. درسته؟ من میتونم مثلا من میتونم که فرض مثال این ساختار هم در نظر بگیرین و من میتونم که من یک چی نسازم من یک فیچر دیتا سیت نسازم مستقیم بهم از این چی کنم یک چند فیچر کلاس بسازم و هم از نوی پوینت باشه و همچنان هم ممکنه پولیگون باشه. درسته؟ این هم امکان داره یه لزومی ندارم که من فیچر دیتا سیت بسازم اما بهتره در کارهای بزرگ فیچر دیتا سیت وجود داشته باشه. مثلا چه قسم؟ ما میخوایم که نقشه افغانستان با تمام جزئیات بسازیم. خانه ها، ولسوالی ها، شهر ها، مثلا هر نوعی که وجود داره. ما سیستم کردات گرفتیم اینجا. سیستم کردات گرفتیم که 42 نارد گرفتیم. این ممکنه در یک نقشه شما تصور از نقشه افغانستان داشته باشین. خب والا من چون رسامی خوب نیستم فکر کنم به این شکل چیز وجود داره. درسته؟ 41 ده قسمت هستن یا نه؟ 42 باز مثلا 42 زیادتر از 43 فیلم یک قسمتی از بدخشان وجود داره چند ولایتی همجوار از یک چند ولسوالی ممکنه باشه در یک قسمت وجود داره. من در یک قسمت شما متوجه بده برای زی فیچر کلاس های خود من سیستم کلاس وقتی معرفی کردم زون چند گرفتم 42 نارد گرفتم. من میخوام گفتم که من روی تمام نقشه افغانستان میخوام کار کنم. درسته؟ ما وقتی که ایر گرفتر باشم آیا میتونم روی ازی قسمت بیم کار کنیم؟ یا مثلا بیم روی ازی قسمت میتونم کار کنیم؟ نه باید میتونم عملا کار کنیم. زمانی که من در حتما ساعت بعدی شما نداریم نه؟ کم جایی خویم نداریم نه؟ خب خیلی برو باشم این وقت میگیرم در صفحه ادمه با زمانی که من بیایم مثلا درابین کنیم مثل یک اتوکت بازی رو کار میکنیم من خواهیم مثلا یک لایر از نوی لاین ایجاد میگم یا دریا باشه یا سرک باشه هرشکی باشه بهش ایجاد میگم اونجا که متوجه باشین اما صاحب برای من تعیین شده مثلا چه دوی نارت این یک قسمت ها من اگه بیم در یک قسمت کار کنم فیل فاقی رو بید. درسته؟ گفتم که میتونم که فیچر داتا سیت نسازم نظر به کار مفرد داری اما خوب است که فیچر داتا سیت باشه کارهای بزرگ داری ساختارش هم گفتم به این شکل و امکان دارد ما یک فیچر داتا سیت هم نسازیم و اگر نسازیم در این حالت گفتم که امکان نداره دیگه نداره که ما مثلا بهش اپل او در صورت امکان داره این در صورت امکان داره که ما چی بگیریم؟ جغرافی کردن سیستم بگیریم. شما در بخش جنزی کسایی کنید که میفهمید جغرافی کردن سیستم زون کار نداره میفهمید دیگه نه؟ اون زون کار نداره دیگه وقتی گفتیم جوال یا جیس نوزده شد و اجاز شد او همه رو شامل میشه. درسته بازو خیر باز من در قسمت شما میتونید دیگه هم بحث در قسمت ما پروژکشن و چیزهای دیگه وجود داره شما میتونید رو بخوایم.